اصلیت میگه پرتاب جان چه جوجه های قشنگی. کافیه دیگه شلوغش کردین، حالا خوبه، همش خواب و خیال بوده. اینا هشداره ها، اگر رفتیم جزیره و واقعا زلزله شد چی؟ الان توانایی تو چی عزیزم؟ خوابیدن به روی تخم هم میباشد. زن و بچه توی جزیره در وضعیت بحرانی، من برم بخوابم روی تخم. ببین، در زمان بحران باید صبور بود و قبل از هر اقدامی برنامه ریزی کرد. اگر میخواهید سوله مدیریت بحران را به عنوان انباری استفاده کنید عدد یک، اگر میخواهید در سوله مدیریت بحران برنامه تلویزیونی بسازید عدد دو، اگر میخواهید سوله را تبدیل به باشگاه بدنسازی کنید عدد سه. بازم به ستاد بحران خودم و خودت نمیخواید کاری بکنید؟ ما میخواییم، ولی بدون بررسی جزئیات نمیشه. ای بابا، اونجا خیلی مزخرفه. هدفت از نشر این اخبار جعلی چیه؟ میخوای مدیریت ما رو زیر سوال ببری؟ باید باش مقابله کنیم نه؟ حتی مبارزه. کجایی تو شب شد؟ پرچو که برمود فکر میکنن بعد اینجا خیلی خوبه، من دارم دروغ میگم که خرابه. برای همین پرچو اینجا رو هی خوشگل تخیل میکنه. اشتباهی رفتم تو اون تخیلش، تو بفهمم اشتباهی رفتم طول کشید. ای بای ای بای ای بای 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 زلزله زلزله چی باشی؟ پس گردنی یعنی پس لرده است از صبح صد بار لرزیده. وای، پس خوشحالم کنم اون خراب شده، وگرنه بازم خراب میشده. چی آوردی برا؟ تیکمون، مسک تشناک، جیخ جیخه، یویو، یکم شود بر دستی و سعدی علی مهمه. دستت درد نکنه، زحمت کشیدی ولی شب درد میشه. یه چیزی تخیل کن بریم دور. سب کن، الان میرم برای قفس میرم که بریم جوش. قفس چیه؟ میگم سرده، قفس از همه جاش باد میاد تو. خب من همه عمرم تو قفس بودم، چیز دیگه بلد نیستم. خب برو چادر بیار. چادر میدونم چیه، سب کن الان میرم برات میارم. بیا اینم چادر. این که چادر زنونه است. آره دیگه، خانومه که اومده بود جوجه رنگی واسه بچهش بخره، به بچهش میگفت چادر منو بل نکنی. از اونجا بلد شدم. منظور من که این چادر نبود. پس چی بود؟ انگار یه چیزی که آدم ها وقتی خونه ندارن میرن توش. تو که من اینا رو از کجا بلدی؟ یادت رفته من تو خواب پرتوتم داره با فرموز در موردش حرف میزنه. برو از خودشون بپرس، بهت میگن. نمیتونم که منو زندانی کردن، دهنم هم بستن که سیام نمایی نکنم. پس ما امشب از سرما میمیریم. چی؟ شما غلط میکنید. الان میرم میپرسم. سب کن. بیاید منو از اینجا دارید. بیاید منو کمک کنید، منو نجات بدید تا این قفس رو نچستم. نفهمیدم چه غلط ها. برای جلسه مهم ستاد مدیریت بحران مزاحمت ایجاد میکنی؟ بگید ببینم چادر چیه؟ گوش وایسادی؟ جاسوسی ما رو میکنی؟
بدم گوشت پنبه به چپانه؟ نه نمیخوام، فقط میخوام یه چادر گرم تخیل کنم که زن و بچه هم تو جزیره سردشون نشه. بی جا میکنی؟ دخالت در کار ستاد کوه آسای مدیریت بحران؟ نمیگی دست و پاگیر ما مدیران ستاد بحران میشی؟ نمیذاری کارمونو بکنیم؟ میخوای بگی مدیرانی چون ما ارزه نداریم یه چادر به زلزله زدگان بدیم؟ نمیدونم دارید یا ندارید. توهین به مدیران اینا جنایت بدتره. اونم مدیرانی چون ما که دو روز فقط داریم کلیات رو بررسی میکنیم و تازه رسیدیم به جزئیات که اونم کمتر از یک هفته کشش نمیدیم چون معتقدیم برنامه ریزی مهمتر از عمل میباشد. شما فقط شکلون چادره به من نشون بدید، بعد برید تا سال دیگه برنامه ریزی رو بررسی بکنید. این حرف اگه توهی نیست پس چیه؟ الان گفتی ما کندیم، گفتی کارمون رو بلد نیستیم، گفتی سازماندهیمون فشله، گفتی باید این فکر رو زودتر میکردیم، گفتی تا خر بیاد یراق چونه عروسی تمامه. آفرین، این ضرب المثل دقیقا همینجا به کار میره. من چه اینا رو نگفتم، ولی اینجوری که میگید حتما همینطوره دیگه. از جلوی چشم ما دور شو. دور دور برو بکر دیگه. ای باز آمد یه پرگام شد دیگه. هر وقت میای دلم روشن میشه. مگه لام داری تو دلت که روشن میشه؟ باشه باشه، برات اینو بردم. بیا اینو بگیریم دستمون، باشه چیزی درست کنیم بری توش. چادر چی شد پس؟ نشونم ندادن که، نتونستم تخیلش کنم، همینجوری دارم واسه خودشون حرف میزنن. پس بیا خودمون به داد خودمون برسیم. باشه باشه، اول تو داد بزن من بهش برسم، بعد من داد میزنم تو بهش برس. باشه. خدا من گناه. بازم بگرد پیدا نشد. خیلی سخت نیست، خودمونم میتونیم بکشیم. به هر حال کار مهندسیه، یه وقت میبینی خراب میشه پولمون هدر میره. چهار تا ستون و چهار تا دیوار که بیشتر نیست. نه بابا، به این سادگی هم نیست. والا چی زدی اونجا؟ زدم نقشه ساخت سوله بحران. حالا حتما باید سوله بحران باشه تا بشه اجارش داد. بلد نیستی دیگه، اگه سوره بحران باشه با پول مردم میسازیمش، اگه نباشه باید با پول خودمون بسازیمش. ای زرنگ، پس مهندس ساخت سوله رو سرچ کن، شماره یه مهندس پیدا کن، زنگ بزنیم ازش بپرسیم. آب سب کن. تموم نشد. چی؟ برمیسی جز میاد دیگه، یه هفته گذشتو دیگه آخراشه، با سرعت داریم کار میکنیم. بعدش میریم کمک کنی؟ یه تمل نه. چرا؟ چون بعدش تازه وارد فاز بررسی تخصصی میشیم. برمیسی نخش بوسی دیگه چیه؟ مثلا برآورده هزینه ها. اینم نفهمیدم، بعدش میریم کمک کنی؟ اگه بتونیم هزینه هاشو بدیم. حالا پس وقتی شد از ظرفای من استفاده کنی. ظرفیت باز داری خودت میندازی تو دست و پا، مزاحم کار مدیران میشی. خودتون گفتین تیغ به نشست نامه باید از ظرفای مردم استفاده کنی. عزیزم ظرفیت، آخه تو چه توانایی هایی داری که در مقابل توانایی مدیرانی چون ما به حساب بیاد؟ چه ظرفایی باید داشته باشم؟ بی مقدار ظرفیت علل حساب، دست کن به جیب، توانایی مالی تا نشون بده بینم. یکم پس من داشت دارم میدم دیگه، چه ظرفایی لازمه؟ بابا جاجول هی میگه ظرف، جاجولی ها، ظرفیت. بگو ببینم، بلدی از دیوار بالا بری؟ بلدی از ارتفاع بپری؟ بلدی زخم ببندی؟ بلدی تنفس مصنوعی بدی؟ بلدی اطفای حریق کنی؟ بلدی لودر برونی؟ بلدی از هلیکوپتر بپری؟ بلدی صد من بار بلند کنی؟ بلدی سب کنید آقا، سب کنید، من موچم. مگه مسابقه گلوفترین مردان جهانه؟ نه با مسابقه محلس، یک و یک و یک، دو و دو و دو. چی خیال کردی؟ باید توانایی های ویژه داشته باشی. اصلا شما دوتا دارید؟ ویژه ترینش داریم. چی اون وقت؟ مدیریت بحران. آره خیلی دوستی. های 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 های، حرفت بوی توهین به مدیران لایق میدادا. بابا نسخرشو دروردی، من میرم. کجا کجا؟ پول چی شد؟ خودم میتونم پولمو خرج کنم، شما به کارتون برسید.
حالا با دیره مچوله تو بحران میلوله چه دانشی داره آگاه و جسوره چه دانشی داره آگاه و جسوره برنامه میریزم کج و راست میره بی معرفت هر جا دلش خواست میره عشقم کشیده بی برنامه باشم خوبه که آدم عشقی باشه داشم عشقم کشیده بی برنامه باشم خوبه که آدم عشقی باشه داشم اینجا چه خبره؟ اینجا رو که میبینی اونجا چه خبره؟ اونجایی که الان نمیتونم ببینم اینجا چه خبره؟ اول تو بگو اونجا چه خبره؟ باشه باشه همچنان دارم برمیتی نخشبازی میکنن پس سلام منو برسون بگو چونو چه خشبازینی که قراره بیارن چند تا قب کنم مردشونم بفرستن نه زود میان دارن نرابرد خزینه میکنن اصلا از بعض ما خبر دارن؟ خبرشون میکنم نه تو منابع خبری غیر رسمی حرف تو قبول نمیکنن پس میارمشون فوقش یه بار دیگه تخیل میکنم دیگه همینم بکنن ما راضی نگران نباش میارمشون خودقت اینجا بذار این خیلی هم عجله نکن دیگه با دقت بذار این جالب سنگه جمعه سنگه اینجا ای برخر مگس معرکه لعنت اذیتش نکن پول داره پرتاب جان میبینی ما با چه جدیتی در حال حل مشکلیم آره میبینم شما که داری فیلم تماشا میکنید نه هر فیلمی میدونی چقدر حجم اینترنت مصرف کردیم تا این فیلم رو دانلود کنیم فقط به خاطر تو ساکنین جزیره به ما اصلا چی ربطی داره جدیدترین فیلم هالیوود در مورد آتش فشانه بیا تماشا کن چهار تا راه حل مقابله با آتش فشان یاد بگیر فیلم بعدی در مورد زلزله یه پس یه فیلم هم در مورد نخمندون ببینی چرا؟ چون تو جزیره داره برف میاد جدی میگه؟ آخ جان ای میدانی من چند قرنه که برف ندیدم پس بیا بریم نشونت بدم ادای من در آورد نوکست چه حرفایی میزنی پرتاب؟ ما بریم اونجا کی مدیریت کنه خسته شدیم از بس مدیریت کردیم بریم یه بادی به کلمون بخور بابا مغزمون واز بشه دیوانه مو کردی تو اما خب وقتی مهندس پرتوت میگن دیگه چاره ای نیست بریم پس درست تخیل کنید باید بریم تو خواب پرتوت دنبال من بیاید راه بلدم برو بریم چه خبره؟ یخ کرده ایم، یخ کرده ایم، برگرده ایم اونجا رو ببین، اونجا رو ببین در بچه منم دارن نخ میکنن ولی خبرهای رسمی اینه نمیگه در خبرهای رسمی اوضاع بد دیگه شما ببخشی که در بچه ما رسمی نیستن باید چند تا پارو با کلاه پشمی هم به لیست خریدمون اضافه کنیم اونم توی کم بوده بودجه شاید با کمک های مردمی کم بوده بودجه بود جبران بشه نه پرتاب همین چند جارو کلاه یشمی پارو و کلاه پشمی بریم واسه مدیران بیان اینجا سرما میخورن بریم یخ کردیم سبکو یه سلفی با اون موبایلت بگیر بدیم روزنامه ها آفرین اینو خوب اومدی زود باش موبایل کو سرماش تو تنم موند تخیلشم خوب نیست خب حالا نرمامتون چیه؟ خب باید برنامه ریزی کنیم دیگه چه نرمامه ریزی؟ یک کاری بکنید دیگه سبچون بابا ما غافلگیر شدیم مگه مدیر بحرانم غافلگیر میشه ما باید بشیم نه شما ما نجاتشون میدیم قطعا این کاره میکنیم باید راه ها باز بشه باید برفا جمع بشه
باید خونه ها ساخته بشه. باید بخاری ها روشن بشه. باید مریض ها درمان بشن. باید به مردم رسیدگی بشه. باید اینا رو که منم بلدم. چی قرار این کار رو بکنه؟ دستگاه های مسئول و مسئولین زیرم. مگه شما نیستی؟ یه قسمتش ماییم. قسمت کمش البته. خب پس بگید بیان بکنن دیگه. نمیشه. ما که رئیسشون نیستیم. استقلال دستگاه ها چی میشه؟ شرح وظایف دستگاه ها چی میشه؟ اگه کار خودشو انجام میده دیگه. اگه موازی کاری بشه چی؟ اگه تداخل عمل کرد پیش بیا چی؟ اگه یکی ناخواسته پاش بره تو حیطه وظایف اون یکی چی؟ مرزها خیلی باریکه و گاهی همین باریکه هم غیر شفافه. واسه همین دستگاه ها ترجیح میدن کاری نکنن تا تداخلی هم پیش نیاد، بودجه هم هدر نره، کسی هم ناراحت نشه. ناراحتی یک مدیر خیلی مهمه، از اون مهمتر ناراحت نشدنشه. یعنی نمیخواید هیچ کاری بکنی داری؟ قطعا میخواییم بکنیم و میکنیم. سمینار میذاریم و همایش و نشست مطبوعاتی و جفتگوی تلویزیونی تا به همه بگیم باید کاری کرد، باید برف ها را پارو کرد و باید خیابان ها را جارو کرد و باید خانه ها را ساخت و باید بیماران را درمان کرد. همینطور باید بدانیم که مسئول یک رو به آدم نهایم را میگارد. ببخشید کاری نکردن نه؟ ببخشید، میدونستم. ببخشید. ای بابا تو چراه میگی ببخشید؟ آخه باید یک کاری میکردم. هر کاری جونستی کردی جوون، خیلی از جوونیت ببینی. من باید بیشتر میکردم ولی تنهایی اصلا قوت نداشتم. برا شانس بردیم توی خواب این بلادار سرمون میاد. اگه توی بیداری بود چی؟ نه خوابشم وحشتناکه. من دیگه نمیتونم اینجا بمونم. من میرم. صدای چیه؟ صدای بوق ماشینه. آره نور ماشین دارم میبینم. کی اونجاست؟ ماییم. خونمون خراب شده، تخمامون نیم رون. عزیزم غذا دارین؟ نه. بچه ها برای اینجا غذا بیارین. پتو دارین؟ نه. پتو هم بیارین بچه ها، پتو هم ندارن. کانکس چی؟ کانکس دارین؟ نه. بچه ها اون حمید بقیه رو صدا کن یه کانکس اینجا بیار. آره آره یه کانکس بیار اینجا پیدا کن. یه خانواده اینجاست. شما کی هستی؟ مردم عزیزم. فامیلیتون چیه؟ هیچی، مردم خالی. خیلی ممنونم جناب آقای خالی. و باید کاری دیگر کرد. و همچنین کارهای دیگر. کارهای مهم در شأن ما مدیران مهم. کارهای بزرگ در شأن ما مدیران بزرگ. کارهای خیلی بزرگ در شأن ما مدیران خیلی بزرگ. کارهای خیلی مهم در شأن ما مدیران خیلی مهم. آهای شکر نارد. اینه چه رسه. خیلی ممنون. این چه طرز برخورد با یه مدیر عالی رتبه است؟ باید شطور مرغ رو برنامه ریزی کنیم که دست به آب نکنه. خیلی ممنونم. یکی دیگر بزمت انجام بدین که اگر بار دیگر خواست چنین کاری بکنه سپاس گذارم. قالبی نداشتیم. هدیه من به شما نادیران قالب. پیف. دیگه دارم به